سلام من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم نماینده چابهار در پی تهدید معاون سیاسی وزارت کشور که او را متهم به اظهار سخنان کذب کرده بود بار دیگر بر صحت سخنانش درباره همخوابگی و سپس اقدام به خودکشی یک زن برای تأمین آب آشامیدنی فرزندانش تأکید کرد سعیدی روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت این اتفاق حدود چهار سال پیش افتاد یک مورد نادر است اما همین یک مورد نادر هم کفایت می کند افرادی چون من باید از فرط شرم بمیریم نماینده چابهار 29 همه مهرمار در مجلس گفته بود شما مردم رو به اونجا خداوندی خدا قسم بانوی عفیفه بیوزنی عفیفه من خدمت های دکترم گفتم که شرافت انسانی ایشون از من و های اردکانیان و رئیس جمهور خیلی بالاتر بود حاضر به هم با یک بردی میشه جهت تامین آب فرزندانش بعدا خودکشی میکنه این درد آدم به کی بگه به کجا بگه جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور این سخنان سعیدی را کذب خواند و گفت چنین چیزی ثابت نشده و نماینده باید پاسخگو باشد نماینده چابهار با اشاره به اینکه کاش مسئولان فکری هم برای تشنگی به گفته او تاریخی این مردم میکردند گفته بود در مورد آب کاری که وزارت نیرو با مردم این استان کرده چنگیزخان مغل با ایران نکرده است ایسنا مرداد ماه گزارش کرده بود سه هزار روستا در سیستان و بلوچستان لوله ندارند و سقایی اداره می و و آبرسانی به 1300 و روستا نیز با تانکر انجام می شود. در این دیدگاه همراه با مهدی نخل احمدی، نگار و فعال حقوق بشر از ایتالیا، زمینه های انتقاد تند نماینده چابهار و همچنین بحران‌ها ها و عوارز بیابی در سیستان و بلوچستان را بررسی می آقای نخل احمدی چه شد که کار به موزعگیری خبرساز نماینده چابهار رسید؟ حالا ب... به نظرم خب این داستان تأسفبار مشکل آب در ایران، اونقدر در چند وقت گذشته در طول سالیان گذشته تکرار شده و های بسیار زیادی مطرح شده در مورد رفع این مشکل که خب طبیعتا به جز چون این رفتار و چون این بسیار بعید هست که بخوان همچین مشکلی رو خبرساز بکنن یا به گوش مسئولین برسونن و اونها رو وادار به اکسل عمل بکنن تکسیبیه وزارت کشور رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آقای سعیدی یا حرف کذبی رو مطرح کرده یا مشکلات از اونچه که گفته ریشه دارترند اجازه میخوام از شما که ما برگردیم به واکنشی که چند وقت قبل معاون استانداری سیستان و بلوچستان بعد از غرق شدن یکی از کودکان سیستان بلوچستان در یکی از حوتک ها داشت ایشون به جای اینکه بپردازن به اینکه خب چرا این کودکان مجبور هستند به این حوتک ها و رودخانه ها برای تامین آب شور مراجعه بکنن گفتن افراد و ساکنین این مناطق باید بیشتر احتیاط بکنن و از حضور در مجاورت این حوتک ها و رودخانه ها بپرهیزند این نوع تکسیبی ها بسیار سابقه طولانی داره در جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه بپردازن به اصل مطلب و ریشه های این مشکل که چرا این خانواده ها این کودکان مجبور هستند به این هوتک ها مراجعه بکنن به رودخانه ها مراجعه بکنن به دلیل کم آبی به دلیل نداشتن آب شور میان و از چنین در واقع ادله بی محتوایی استفاده میکنن در این مورد هم دقیقا به نظرم با همین فرمول پیش رفتن، یعنی وزارت کشور به جای اینکه بپردازن به اینکه خب مشکل 40 ساله آب در سیستان و بلوچستان چه و چه ریشه هایی داره میان و بیشتر تاکید میکنن یا اشاره میکنن روی یک مسئله مشخص اینکه یک خانمی خودکشی کرده و میخوان این رو ثابت بکنن که آیا اتفاق افتاده یا نه همزمان شاهد هستیم که در موزل های این چنینی مسئولان با لحن تندی مورد خطاب قرار میگیرن ریشه این تندی در کجاست آقای نخل احمدی والا خب عرض کردم بخشی از این مسئله برمیگرده به اینکه در نظام جمهوری اسلام ایران مشکلات باید همیشه مخفی باشن یعنی ما بارها و بارها در بحث آب شور و نبود آب سالم در سیستان و بلوچستان بسیاری از مسئولینی که خب به حال اینها نه به دلیل یا با نیت رفع مشکل آب که بیشتر به عنوان در واقع یک نیت انتخابات و رأی گرفتن رفتن بارها این مسئله مطرح شده در بسیار از خبرگزاری ها مقالات مفصل با آمار و ارقام نوشته شده اما اینها نباید بیشتر از یک حد مشخصی ظاهرا رسانه ای بشه و نباید بیشتر در معرض افکار عمومی قرار بگیره هر در جم جمهوری اسلامی بخواد مسئله یا نقصانی رو کمی بیشتر از حد لازم در واقع افشا بکنه طبیعتا مورد اتاب نظام قرار میگیره آقای نخل احمدی به مسئله آب در استان بپردازیم آب در سیستان و بلوچستان به طور کلی چه وضعیتی داره و چه بحرانهایی ایجاد کرده در چند سال گذشته بر اساس آماری که مشرق نیوز اعلام کرده تقریبا کمتر از نیمی از آب مورد نیاز سیستان و بلوچستان تأمین شده در چابهار مشخصا از میان 482 روستایی که دارن در واقع حضور دارن در چابهار فقط 16 روستا هستند که با آب سال دسترسی دارند آقای عبدالأحد ریگی مدیر عامل آب فازلاب به روستای سیستان بلجستان گفته ما تقریبا 2726 روستا داریم که اینها فاقد هر گونه سامانه آبرسانی هستند 3300 روستا الان هستند که اینها با تانکر به اونها آبرسانی میشه و جالبم این هست که مثلا در همین چابهار فقط 5 تانکر هست که در حال حاضر آبرسانی انجام میشه در صورتی که حداقل نیاز به 25 تانکر دیگری هم هست فقط کفاف روستاهای همین منطقه رو بده و بعد دولت اعلام میکنه که ما این آب رو مجانی در اختیار اینها قرار میدیم باز هم به مشرق نیوز من ارجاع میدم که هر تانکر آبی که برای این روستاییان برده میشه بین 60 تا 120 هزار تومن تا قبل از کرونا به این اهالی فروخته میشه متاسفانه چه جمعیتی از استان نیازمند آب آشامیدنی آقای نخل احمدی سرانه مصرف قاعدتا باید چقدر باشه و در واقعیت چقدره متاسفانه ما یک مشکلی که داریم این که آمار کاملا شفاف و درستی منتشر نمیشه این موزل موزلی هست که ما سالهاست در حوزه های مختلف روبرو هستیم اما بر اساس صحبتی که از طرف مقامات منطقه انجام شده سالیانه دو میلیارد متر مکعب ظاهرا آب لازم هست برای حوزه آشامیدنی کشاورزی و مابقی سرانه ها اما در حال حاضر نزدیک به 900 میلیون متر مکعب آب در دسترس برای استفاده وجود داره که بخش قابل توجه از این هم که عدد 94 درصد رو اعلام کردن به امر کشاورزی اختصاص داده میشه که باز جالب هست که ما الان به گفته مقامات سیستان بلوچستان 8000 چاه بدون مجوز و غیر قانونی دا دا وجود داره که متاسفانه این چاه عمیق ها معضل بسیار بزرگی هست که بخش عمده از آبهای زیرزمینی رو به هدر میدن چون مکانیسم در واقع درستی برای کشاورزی آب و آبیاری کشاورزی در این منطقه وجود نداره آقای نخل احمدی چهل ساله که سیستان و بلوچستان با مسئله آب درگیره علت کمکاری ها چه بوده؟ آیا صرفا پای مشکلات اقتصادی در میونه؟ ببینیم ما چند وقت هست به دلیل هشداری که در مورد بیابی در استان خراسان رضوی داده شده بلافاصله طرحی در دولت مصوب شد این طرح برای انتقال آب دریای عمان به خراسان رضوی تهیه شده رقم پیش بینی شده نزدیک به 3.5 میلیارد یورو هست که حالا قرار هست این تامین بودجه بشه رقمی که برای استان سیستان و بلوچستان آب تمام در واقع شبکه آبرسانیش پیش بینی شده تقریبا یک دوازدهم این رقم هست آیا واقعا در طول چهل سال گذشته مشکل اقلیمی سیستان و بلوچستان عوض شده نه سیستان و بلوچستان یک منطقه هست که از دیرباز در در حوزه کویر و خوشسالی بوده بادهای 120 روزه بوده ریزگردها در اونجا داشتن تابش مستقیم در اونجا قرار داشته ما مجموعا چند مشکل جدی داریم یکی فقدان مدیریت منطقه‌ای هست اقدام موقت هست که فقط مثلا فرض میان میگن و ما با تانکر آبرسانی میکنیم این یک اقدام موقت و هست که ریشه نیست و فقدان طرح جامع و نادیده گرفتن حقوق شهروندی در مورد شهروندان این منطقه است که ظاهرا قرار هم نیست که این نگاه حالا حالا ها برطرف بشه آقای نخل احمدی چه راه حل هایی برای رفع بحران آب در سیستان و بلوچستان وجود داره خب تا الان حداقل چندین طرح و چندین پروژه برای حل مشکل آب سیستان و بلوچستان مطرح شده اما مسئله اینجاست که این راه ها هیچ وقت به نتیجه نرسیده اولا این بوده که بودجه لازم برای اجرای این ها تا الان انجام نشده از میان این طرحها استفاده کردن بهینه از آب صدهایی هست که در حال حاضر در سیستان و بلوچستان هستند مثل زیردان و پیشین که روستاهایی که در نزدیکی همین سدها هستن در حال حاضر هیچ امکانی برای استفاده از این آبها ندارن مهار کردن آبهای جاری و رودخانه هایی هست که خب به صورت فصلی در اینجا جاری میشه و هیچ هیچ اقدام مشخصی تا این لحظه راجب اینها انجام نشده بحث هامون تالاب هامون هست که این تالاب هامون اگر فقط یک مساحت 100 تا 300 متری رو اینها به, به یک تا سه متر لایروبی بکنند بخش قابل توجهی از نیازهای کشا... آب کشاورزی و دامداری و حتی شرب اون منطقه رو جواب خواهد داد اما این کار باز هم متاسفانه تا الان پشت گوش انداخته شده انجام نشده در مورد حقابه هامون ما در آخرین توافقنامه که انجام شده در سال 51 بوده که در این توافقنامه قرار شده 26 متر مکعب در ثانیه یا 820 هزار متر مکعب در سال ایران حقابه از این رودخانه داشته باشه اما ما میبینیم خب از طرف دولت افغانستان این مسئله نقص شده و دولت در ایران هم هیچ وقت پیگیری جدی راجب این مسئله نکرده همین در واقع رسیدن به یک توافق در مورد بحث هیرمند خودش میتونه بخش قابل توجهی از نیازهای آبی رو برطرف بکنه و نهایتا اینکه دولت و حکومت لازم هست نگاه امنیتی خودشون رو از این منطقه و مردمی که خب به هر قومیت متفاوتی دارن یا مذهب متفاوتی دارن رو بردارن بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه